بحث بیشتر در مورد خبری که پیشتر نشر شد در رابطه با دیدار نماینده ویژه ایالات متحده با مقامات طالبان در قطر. محترم سید حسین اشراق رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات نبراس را در برنامه با خود داریم تا در این مورد با ایشان صحبت کنیم. آقای اشراق خوش آمدید. روزنامه واشنگتن پست دو روز پیش گزارش داد که مقامات ایالات متحده با رهبری طالبان روی چارچوبی کار میکنند تا افغانستان به ذخایر پولی بانک مرکزی این کشور دسترسی پیدا کنه. در این گزارش آمده که این پول به طالبان به گونه مستقیم دادن نخواهد شد. به نظر شما چه مکانیزمی وجود داره که از نیافتادن این پول به دست طالبان اطمینان حاصل کرد و آیا واقعا فکر میکنین این کار امکان پذیر هست در این شرایط یا خیر؟ بسیار تشکر. سلام به شما و شنوندگان و بینندگان عزیز. من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا و نماینده خاص آمریکا آقای تام وست به دنبال همو روش های کسبیش در نظر گرفته بودن گام برمیدارن، یعنی امو تلاش های را که آقای خلیلزاد انجام داد بر بنای از این که با طالبان تعامل بکنن، یک بار دیگه آقای تام وست بحث تعامل با طالبان را مطرح میکنن و همچنان روی یک مکانیزم که ایشان نامش شفاف گذاشته برای مثلا آزاد کردن بخشی از پول هایی که بلوکه شده. من فکر میکنم در این شرایط که طالبان هنوزم بر انحصارگرای خودشان مصر هستند و رویه های ضد حقوق بشریشان هیچ گونه تغییر نکرده و همچنان فشارهای به حد و حصر بر زنان هنوزم دوام داره و گفتمان حکومتداری را همراهش بیگانه هستند و از پیشیدگی های حکومتداری ناتوان هستند از درکش. تعاملی که آقای تام وست مطرح میکنه، من فکر میکنم این بر بنای امو اشتباه محاسباتی است که آقای خلیلزاد کرد و زمینه ای را فراهم کرد که به گونه تغییر در افغانستان به وجود بیاید که به صورت یک طرفه قدرت در قبضه طالبان قرار بگیره و افغانستان حالا در آستانه یک فاجعه انسانی است. من فکر میکنم که طالبان از انعطاف جامعه جهانی و نرمش هایی که ایالات متحده امریکا داره سوء استفاده میکنه در مذاکرات، در نشست های بین المللی، در رویارویی با خارجی ها از نرمش و از مثلا انعطاف سخن میگه، اما در داخل افغانستان نه تنها که هیچ تغییری نکردن بلکه بیشتر از پیش سختگیری میکنن و افغانستان را به دوزخ روی زمین تبدیل کردن. من فکر نکنم او شفافیت را که آقای تام وست انتظار داره با او شفافیت ما شاهد ازی باشیم که بدست بیه. وزیر دولت پاکستان در مسائل خارجی خواستار کاهش تحریم های غرب علیه حکومت طالبان شده و گفته که عملکرد اساسی اقتصاد افغانستان نباید زیر فشار این تحریم ها با خطر مواجه شود. سفارایی دیپلماتیک پاکستان به نفع طالبان بحث جدیدی نیست، طوری که شما میفهمین آقای اشراق. منفعت پاکستان در موضوع آزادسازی دارایی های منجمد شده افغانستان چی هست؟ خب ببینید، به نظر من بحث افغانستان تنها مربوط به خود افغانستان نیست، بلکه جنبه های جیوپولیتیک داره و در سطح منطقه قضای افغانستان مورد بحث قرار میگیره فراتر از این در سطح بین المللی. من فکر میکنم یکی از پارتنرهای مهم پروژه طالبان در منطقه پاکستان است، هم به لحاظ مسائل جیوپولیتیکی و هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظی که در کنار پاکستان یک حکومت همسو با پاکستان باشه. اینا همه دیگه کاملا روشن و هایدا و آفتابی است. پاکستان تلاش میکنه که حکومت طالبان را به نحوه در کنار خود داشته باشه و همچنان نمایندگی بکنه در خیلی از مجمعهای بین المللی و یک نوع قیمومیت را در رابطه با طالبان تا به حال که تعریف کردن همونطور ادامه بدن. بدون شک برای پاکستان بسیار مفید است. شما عضو جبهه مقاومت ملی افغانستان هستین، واکنش این جبهه به نشست علما در کابل
و دیدار مقامات طالبان با نماینده ویژه ایالات متحده در قطر محور آزادسازی سرمایه افغانستان چی هست؟ خب ببینید نشستی که در کابل صورت میگیره از نامش پیداست که یک نشست روحانیون و محاسن سفیده است. البته روحانیون هم کنای عنوان کردن، بیشترشان روحانی هم نیستند و محاسن سفید هم نیستند. یک تعداد اعضای طالبان هستند که اونا جمع شدند و بیشترشان از سواد معمولی هم برخوردار نیستند. اما فکر میکنم این تجمع به ادامه همون تقلید جرگه هایی است که رژیم های گذشته داشت. هیچ نوع مشروعیت در پای نخواهد داشت و چندان تأثیر گذار بر تحولات نیست. یک نوع به اصطلاح تجمع درون طالبانی است و بیشترین و مهمترین گپش هم که آقای ملا انصاری زده است که مخالفین خودشان بر نمیتابند، دیگری را احترام نمیکنند و مهمترین مسئله سرزدن مخالفین است و از میان بردن شده. آقای اشراف، سوال آخر به خاطر که وقت بسیار محدود است، 2 دقیقه وقت داریم. آقای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیامی در توییتر از آمریکا خواسته که دارایی های بانک مرکزی افغانستان را آزاد سازه، اما او را من حیث امانت مردم حفاظت کنه و تحت هیچ شرایطی نباید آن را مصرف کنه. چرا به نظر شما آقای کرزی تلویحاً مخالفت خود را با سپردن این داده ها به طالبان یا بانک مرکزی تحت کنترل طالبان ابراز کرده؟ اگر بسیار کوتاه پاسخ بگین. خب آقای کرزی میخواد که از یک طرف خودش نشان بده که حضور داره در افغانستان، از طرف دیگه هم نوع پیام به تبعی که با طالبان هم سوس و همچنان برای جامعه بین المللی هم گپ برگفتن داره. اما فکر میکنم که آقای کرزی حالا در موقعیت نیست که حرفش مورد قبول جامعه جهانی قرار بگیره. البته گاگای پیام های داره و اعلامیه های داره و نشست های داره. هیچ چیزایی است که آقای کرزی هم تلاش میکنه که خودش نشان بده که در افغانستان هست و گپ های را مطرح میکنه. سپاس فراوان از آقای سید حسین اشراق، رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات نبراسکا که در برنامه اشاره کرد.